سلام من کامران متین هستم و این جلسه رو درباره ریشه ها و پویایی جنبش ملی کرد برای ایران اکادمیا ارائه می کنم در مورد ریشه های جنبش ملی کرد دو پاسخ غالب وجود داره که از طرف ملیگرایان کرد یا ناسیونالیست های کرد ارائه میشه و یک پاسخ از سوی ناسیونالیست های ایرانی یا ملیگرایان ایرانی که گفتمان سیاسی غالب در ایران هست ناسیونالیست های کرد در واقع درباره جنبش ملی کرد و ملت کرد یک پاسخ پریموردیالیستی دارند. به این معنا که مبتنی هست بر درکی ازلی از ملت و بر این اساس معتقد هستند که ملت کرد از دیرباز وجود داشته و معمولا اون رو به حداقل به امپراتوری ماد برمیگردونن و معتقدن که به دلیل این ملت بودن کردها اونها شایسته, شایسته داشتن دولت مستقل ملی خودشون هستن و این یک حق تمامی ملل هست از اون طرف های ایرانی معتقد به وجود ازلی ملت ایران هستند یعنی اونا معتقدن که همچنان که کورد های کورد معتقدن که ملت کورد حداقل قدمت چند هزار ساله داره اونها معتقدن که ملتی به نام ملت ایران از هزاران سال پیش وجود داشته و کوردها جزئی لاینفک از این ملت بوده و هستند و در نتیجه درخواست حد حاکمیت ملی یا حقوق سیاسی تا حد استقلال از سوی کردها در واقع تجزیه این ملت از پیش موجود ایران هست به این دلیل هم هست که خب ناسیونالیست های ایرانی وجود یک جنبش سیاسی معتقد به حقوق ملی کردها رو اساسا نه ناشی از درخواست کردها به عنوان یک ملت بلکه ناشی از توته های خارجی میدونن و به این معنا مدارای خشونت آمیز رو با اون حق دولت ملت ایران میدونن این هر دو پاسخ به ریشه های مسئله ملی کرد به نظر من غیر تاریخی و نادرست هستند. در مورد ناسیونالیسم کرد خب میشه طبیعتا دید که جنبش ملیگرای کرد از یک تاریخ معینی شروع میشه از اواخر قرن 19 هم و قبل از اون وجود نداشته و کردها در جغرافی هایی که بودن معمولا بخشی از امپراتوری های از قبل موجود بودن که یا اسلامی بوده مثلا دوران سلاعدین ایوبی و حتی دوران عثمانی ها بالاخره اون ها دولت عثمانی به عنوان خلافت مسلمین مسلمین سنی مبتنی بر در هم مذهبی بوده و نه ملی در مورد ایران هم خب تقریبا به همین شکل تا اواسط قرن 19 هم ایران اون جغرافیایی که ما ایرانش می‌نامیم همیشه ساختاری غیر متمرکز داشته و به شکل امپراتوری بوده که در اون مناطق مختلف و مردمان و قبایل مختلف تا حد بسیار زیادی خودمختار و مستقل بودند و در اداره امور محلی خودشون در واقع ارجاعیت و اولویت داشتن این فقط در دوران مدرن هست از آخر قرن 19 و به خصوص از انقلاب مشروط به بعد که ما میبینیم ایده دولت ملت به عنوان یک ساختار سیاسی متمرکز و واحد شکل میگیره و اتفاقا تشکیل جنبش ملی کرد تا حد زیادی متاثر از همین پروسه است، همین روند هست و پاسخی هست به اون حالا من به این مسئله بعدا برمیگردم و بیشتر توضیح میدم در نتیجه برای پاسخ به ریشه های جنبش ملی کرد و پرسش کرد ما باید بدون یک درک تاریخی از پدیده ملت و ملیگرایی به طبع اون یعنی ناسیونالیسم داشته باشیم به این منظور باید نگاه بکنیم اولا به اینکه اجتماعات سیاسی ما قبل مدرن به چه شکلی بودن این اجتماعات یا حول به اصطلاح روابط خونی شکل گرفتن مثل قبایل و اشایر و یا به اصطلاح حول تبار و خاندان ها مثل امپراتوری ها در هر دو حالت اجتماعات سیاسی در واقع مبتنی بر تعریفی انسانی از جغرافیا بودن مثلا دولت صفوی دولت عثمانی دولت بربون دولت تئودور در انگلستان رومانوفا در روسیه در دوران ما قبل مدرن در واقع جغرافیا و سرزمین و سیاست تعریفی در واقع اجتماعی داشته این تنها در دوران مدرن هست که برعکس این اجتماعات و مردمان هستند که تعریفی جغرافیایی ازشون به وجود میاد دولت ملت ایران، ترکیه، فرانسه، روسیه و در واقع هویت سیاسی و عملیت بین المللی مردمان و دولت‌هاشون متاثر از این ساختار خاص سیاسی هست که ما دولت ملتش می‌نامیم. در نتیجه ما به یک تعریف تاریخی از ملت نیاز داریم و تعریف تاریخی که در مورد ملت هستند به نام تعریف مدرنیست هستند به این معنا که معتقدن ملت یک پدیده مدرن هست در میان این روکردها خب روکردها متعددی وجود داره ولی مثلا روکرد ارنست گلنر یا بندیکت اندرسون از پرنفوذترینشون هست مثلا گلنر معتقد هست که ملت یا ببخشید ناسیونالیسم در واقع پروژه هست که میخواد مرزهای ملی و فرهنگی رو و... یا مرزهای سیاسی و فرهنگی رو بر هم منطبق بکنه اما من میخوام روی تعریف بندیکت اندرسون که شاید پرنفوذترین تعریف ملت هست در علوم اجتماعی مدرن بپردازم و از طریق اون به مسئله تشکیل ملت در دوران مدرن و پدیده ملیگرای یا ناسیونالیسم نس... بپردازم بندیکت اندرسون معتقد هست که ملت یک اجتماع سیاسی تخیلی هست که ذاتاً محدود هست و دارای حاکمیت ملی هست یا سوورین هست محدودیت جغرافی های ملل چیز پدیده بدیهی هست هویت بنا به تعریف یک امر رابطه ای هست همچنان که انسان ها در ارتباط با انسان های دیگر به هویت خودشون واقف میشن و دارای خداگاهی میشن ملت ها هم به عنوان اشکال مشخصی از گروه زیستی انسانی یا جمع ها در رابطه با همدیگر هست و در عرصه تفاوت جمعی هست که خداگاهی پیدا می کنه. در نتیجه ما بر اساس صرفا محدودیت جغرافیایی ملت به عنوان اجتماع سیاسی تخیلی نمیتونیم بر مدرن بودن ملت به اصطلاح توضیح بدیم چون این خاصیت در مورد اجتماعات ما قبل مدرن هم وجود داشته پس ما باید روی اون جنبه دوم یا خاصیت دوم ملت به عنوان سوورن یا آنچه که در فارسی به عنوان حاکمیت ملی تعریف شده یا استفاده میشه بپردازیم هرچند حاکمیت ملی معادل به نظر من ناقصی هست از سوورنتی در انگلیسی من در مقاله رمزگشایی از جانوس مدرن که امیدوارم اگر مایل باشید بتونید بخونید به تفصیل توضیح دادم که اتکا بر جنبه سوورین ملت هم به تنهایی نمیتونه مدرن بودن ملت رو به ما توضیح بده چون سوورینتی یا استقلال یا حاکمیت بر خود دو معنی داره یک معنی عمومی و تقریبا تراتاریخی داره یعنی در تمام تاریخ وجود داشته اون همین هست که اجتماعات انسانی مستقل از یک اجتماعات انسانی دیگر هستند و امورات خودشون رو خودشون میخوان پیش ببرن در این معنا خب تمام اجتماعات ما قبل مدرن هم در واقع سوورین میشه تلقی کرد اما سوورینتی در انگلیسی حداقل یک معنای دوم و در دیسکورس گفتمان علوم اجتماعی مدرن یک معنای دوم هم داره به این معنا که سوورینتی یا کمیت ملی یک پدیده کاملا مدرن هست در این معنا که حکومت غیر شخصی جدای سیاست از اقتصاد و جغرافیایی بودن حدود و صغور اجتماعات سیاسی رو نشون میده و در این معنا یک،, پدیده مدرن هست اما خب مدرنیته رو در این مدرنیته حاکمیت ملی رو در این معنا چطور میشه توضیح داد من در همون مقاله که اشاره کردم توضیح میدم که این این پدیده رابطه خیلی تنگاتنگی با سرمایه داری توسعه و پدید آمدن نظم سرمایه دارانه و به خصوص روند انباشت اولیه داره انباشت اولیه در معنای مارکسی کلمه به معنای جدایی تولید کنندگان مستقیم از ابزار تولید چرا؟ چون این جدایی که اولین بار در انگلستان رخ داد یعنی دهقانان از زمین به عنوان ابزار اصلی تولید با خشونت منفک شدند باعث شد که برای اولین بار در تاریخ ما کار مزدی به عنوان شیوه غالب تولید اجتماعی رو داشته باشیم این عدم دسترسی به ابزار تولید که زمین باشه و نیاز به فروش نیروی کار برای دسترسی به ابزار باز تولید اجتماعی اثرات بسیار خیلی مهمی بر ماهیت جوامع مدرن گذاشت به این معنا که جوامع دارانه به این معنا که به دلیل این جدایی و به اصطلاح نیاز به فروش نیروی کار به عنوان تنها راه باز تولید استثمار و انباشت ثروت ماهیتی قراردادی و توافقی به خودش گرفت و به این معنا خشونت یا اعمال زور از روابط بلافصل تولید جدا شد و این جدایی هست این عدم نیاز به اعمال زور در روابط بلافصل انباشت و تولید هست که در واقع زیربنای تمایز بین عرصه های اقتصاد و سیاست هست در دوران مدرن در تمام تمامی دوران ماقبل مدرن ما دو عرصه متمایز به عنوان سیاست و اقتصاد نداشتیم اقتصاد و سیاست همیشه در هم تنیده بودن هیچ امپراتوری ما مدرنی شما نمیتونید پیدا بکنید که مثلا وزارت اقتصاد داشته در واقع تنها وزارتی که بوده یکی از چند وزارتی که بوده وزارت در واقع جنگ بوده چرا چون انباشت و انباشت ثروت و انباشت اه اه به اصطلاح منابع تنها از طریق اعمال قدرت و از طریق جنگ و تصاحب زمین های بیشتر و به کنترل در آوردن مردمان بیشتری برای مالیتگیری رخ میداده اینا تنها در سرمایهداری هست که به دلیل این تمایز تاریخی بین عرصه اقتصاد و سیاست انباشت میتونه بدون توسل به زور در روابط بلافصل تولید رخ بده این باعث شد که این جدایی که تحت اصطلاح جدایی اقتصاد و سیاست به نهادی البته نه به لحاظ ساختاری باعث شد که امکان تعریفی کاملا سیاسی از حاکمیت ملی به وجود بیاد بدون اینکه این تعریف و این چیدمان سیاسی متناظر با اون مخل روندهای انباشت سرمایه باشه چون این روندها مخل حاکمیت ملی تلقی نمی شدن و نمیشن به این معنا که عبور سرمایه از مرزهای ملی ناقض حاکمیت ملی الزامن تلقی نمیشه در نتیجه کشورها و دولتها به طور اصولی نیاز ندارن که جغرافیاشون رو گسترش بدن برای اینکه ثروتشون رو گسترش بدن تنها چیزی که لازم است این است که کشورها و واحدهای سیاسی گوناگون در اقتصاد سرمایهداری جهانی ادغام بشن و با حفظ حاکمیت ملی سیاسیشون در واقع وارد روند تولید سرمایه دارانه بشن این جدایی به اصطلاح عرصه اقتصاد و سیاست و جدایی تولید کنندگان مستقیم از ابزار تولید پس مبنای وجود دولت دولت واجد حاکمیت ملی مدرن هست در این حال این جدایی یک سری عواقب منفی در عرصه روانشناسی جمعی هم وجود به وجود آورد چرا که قبل از اون انسان ها در واحد های کوچکتر مبتنی بر روابط خونی و تباری بودن و به این معنا ماهیت فردیشون رو و به اصطلاح تصورشون از جایگاه خودشون در جهان رو از مسیر میانجیگری شده توسط این تعلق اجتماعی درک می کردن. با جدایی از ابزار تولید انسان ها همزمان از این اجتماعات مادون ملی اگر بخوایم استفاده بکنیم از این کلمه دوچار یک در واقع بحران هویتی هم شدن در نتیجه ملیگرایی همزمان هم به این بحران پاسخ میداد با بر اساس اینکه انسان ها رو در یک اجتماع انتزاعی بزرگتر به عنوان ملت جای میداد اجتماعی که اعضاش الزامن هیچ وقت نه همدیگر رو دیدن و نمیشناسن ولی این احساس تعلق رو به اصطلاح به اون دارن و بر اساس این احساس تعلق دارای به اصطلاح جهت گیری در زندگی فردیشون و نوعی به اصطلاح سرنوشت جمعی درش شریک هستن و زندگیشون معنا پیدا میکنن اما مسئله مهم اینجا این هست که این این پدیده به وجود آمدن سوورنتی در معنای مدرنش که مبتنی بر روابط سرمایداری هست اولین بار تنها در یک مکان و در یک کشور رخ داد که در انگلستان بود در نتیجه ما یک وضعیتی داریم که در یک جای دنیا روابط سرمایداران شکل گرفته پدیده سوورنتی به اون معنایی که توصیف کردم به وجود اومده در حالی که در مناطق دیگر در بقیه دنیا روابط همچنان پیشا سرمایداری هست و مبتنی بر در واقع ترکیب اونچه که ما عرصه های اقتصاد و سیاست مینامیم هست و سوورینتی به اون معنا وجود نداره اونچه که مهم است اینجا این هست که شیوه تولید سرمایداری با توجه به ماهیتش که مبتنی بر تحول و انقلاب تکنولوژیک در تولید هست موجد یک میزان از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی بود و شد که کشورهای پیش از سرمایداری رو توان مقابله با اون نبود چون اونها مبتنی بر شیوه تولیدی غیر سرمایداری بودن اولین جایی که این فشار غیر قابل تحمل رو در واقع احساس کرد فرانسه بود که خب همسایه بریتانیا هست و از دیرباز رقابت های بین اونها به خصوص در قاره آمریکا وجود داشت این رقابت ها در دوران مدرن در دورانی که سرمایداری در انگلیس اصطلاح بالغ شد تشدید شد و در طی یک سری جنگ های طولانی دولت فرانسه در واقع به نوعی دوچار ورشگستگی شد و هرچه این رقابت بیشتر ادامه پیدا می کرد دولت فرانسه مجبور شد که مالیات رو افزایش بده تا بتونه جنگ رو با انگلستان پیش ببره البته من دارم خیلی ساده میکنم یک یکی روند بسیار پیچیده رو ولی نهایتا این تشدید مالیاتگیری مبتنی بر اعمال زور سیاسی در داخل فرانسه برای رویارویی با یک نیروی سرمایه دارانه که انگلستان باشه اون نظم اجتماعی داخل فرانسه رو به هم زد و نهایتا به شکل انقلاب 1789 فرانسه در واقع متجلی شد این انقلاب در واقع میشه اینجوری توصیف کرد که پاسخی بود به مدرنیته سرمایدارانه در انگلستان که سوورینتی یا ملت رو در غیاب روابط سرمایدارانه ایجاد کرد یعنی اگر در انگلیس دولت ملی و مفهوم و ملت به عنوان اجتماعی از انسانهای منفرد منتزع شده و نیازمند ایده تعلق به اجتماعی بزرگتر به نام ملت شکل گرفته بود در فرانسه ملت در غیاب همچین روابطی در داخل خود فرانسه شکل گرفت و پاسخی بود به یک در واقع ملت بیرونی مبتنی بر سرمایه داری در نتیجه ملت در فرانسه بر اساس اشتراکات فرهنگی و زبانی ساخته شد نه بر اساس اشتراک در ادغام شدن یا به زیر سلطه روابط سرمایه داری در آمده شدن بوده در آمدن بوده باشه در نتیجه ما ایده ملت به عنوان یک اجتماع غیر شخصی داریم به اسطلاح پرسونال collective در انگلیس ملت مبتنی بر abstract individual بوده به اسطلاح فرد انتظایی در فرانسه برعکس ملت در واقع یک اجتماع یک جمع غیر فردی شده غیر شخصی شده است و این روند خود به خود باعث شد که یک فرهنگ و زبان خاص که مبنای تشکیل ملت هست به به اصطلاح هویت جمعی غالب بدل بشه و این خود به خود هویت هایی که مبتنی بر فرهنگ ها و زبان های دیگری بودند رو در موقعیت فرودست و مادون قرار میداد و کتاب ها و ادبیات زیادی موجود هست که چطور تشکیل ملت فرانسه از اواخر قرن 18 در برگیرنده یک میزان عظیمی از خشونت سیاسی از بالا بوده که در واقع فرانسوی ها ساخته بشن به اون معنی در مورد ایتالیا هم یک گفته مشهوری هست از ماتسینی که از ناسیون ایتالیایی در رواست قرن 19 هم که میگه ایتالیا رو ساختیم حالا نوبت ایتالیایی هست ولی پررنگترین انعکاس این شکل از ملتسازی در آلمان عواست و اواخر قرن 19 هم بود که ما اونجا شاهد به اسطلاح عروج اون که به اسم به اسطلاح روشن فکران دوران رومانتیک خانده میشه و اینها معتقد به به اصطلاح مفهوم خاک و خون از ملت بودن و معتقد بودن که ملت ها ازلی هستند و مبتنی بر اشتراکات فرنگی و خونی و اینا هستند اتفاقا تعریف اولیه پریموردیالیستی از ملت هم در واقع از همون دوران به وجود اومد و حتی مفهوم فولک یا مردم که در آلمان به وجود اومد در واقع انعکاس و متجلی شدن این ایده تشک... ملت مبتنی بر فرهنگ و زبان و نه ملت مبتنی بر روابط سرمایه داری که انسانها رو به به افراد اتمیز شده منتزع شده بدل کرده و نیازمند به اصطلاح ادغام شدن در یک جمع جدید به اسم ملت هستند رو نشون میده